به نام یال خدا با عرض سلام به خبر پنج عصر از شمشاد خوش آمدید. امروز جمعه برابر با 4 سنبله سال 1401 هجری خورشیدی است. سرخط مهمترین ها. ادامه بارش های سنگین و سرازیر شدن سیلاب ها در کشور. این سیلاب ها خسارات هنگفت به باشندگان لغمان، ننگرهار و کنر وارد نموده است. آغاز دوباره صادرات زغال سنگ تاجیکستان از راه افغانستان به پاکستان. و تأکید بر افزایش تعداد سربازان روسی همزمان با تشدید جنگ میان مسکو و کیف. خیلی خوش آمدید. من فیصل فیضان هستم. سرازیر شدن سیلاب های روز و شب گذشته در 3 ولایت شرق کشور تخریبات بیشماری را به میان آورده است. ننگرهار، کنر و لغمان از جمله ولایت هایی است که به دلیل سیلاب ها در آن صدها منازل مسکونی تخریب شده و هزاران هکتار زمین های زراعتی هم از بین رفته است. در این سیلاب ها صدها تنگیر مانده بودند که از سوی قوای هوایی کشور توسط هلیکوپترها نجات داده شدند. در سیلاب های اخیر در بیش از 20 ولایت مردم تلفات جانی و مالی را وارد نموده بود، اما سرازیر شدن سیلاب های دیروز در شرق کشور زیان های سنگینی را به مردم رسانده و در آن صدها خانه مسکونی و تاسیسات آمد تخریب، مناطق محلی و کشتزارها از بین رفته است. هزاران تن شب گذشته را در ترس سپری نموده و تلاش می‌ورزیدند تا خود و افراد گیرمانده در سیلاب ها را نجات دهند. ننگرهار، کنر و لغمان از جمله ولایت های است که صدها تن از باشندگان آن در سیلاب ها گیر مانده بودند. پل اردوی 201 خالد بن ولید در شرق می گوید که به کمک نیروهای قوای هوایی صدها تن را نجات دادند. اینجا یکی از مناطق ولسوالی علیشنگ لغمان است که ده ها باشنده آن در آب ها گیر مانده با توسط هلیکوپتر نجات یافتند. کل اردوی 201 میگوید که 157 تن گیرمانده را در ولسوالی های علیشنگ و دولت شاه در لغمان نجات داده و آنان را به مناطق امن انتقال داده است. اغه برسه دوری پلیک التم خلقی سار و غم بچول غم وستل شول او دلته هم کوشش کو چې دغه زه هم دغه کله هم بچکو. در این حال در ولسوالی های مومندره، لالپور و کامه ننگرهار نیز به شمول زنان و کودکان 90 تن در پای سیلاب گیر مانده که شب گذشته و صبح روز جمعه توسط قوای هوایی نجات یافتند. باشندگان محل میگویند که شماری از مردم را این سیلاب ها با خود برده، اما ارقام دقیق آنان معلوم نیست. کورونا خلو باسی گورا دا وسم لگیری تقریبا کورونا طول بند پاتی دی او تهاری وسرا ورا سی دی خلقم دیر وڑی دی معلوم لا وسا پرنی سونا مخلوق وڑی ره. این سیلاب ها کنر را نیز متضرر ساخته و فصل های حاصلات را از بین برده و شماره از منازل زیر آب ها شدند. اینجا مکتب دختران در منطقه سپینکلی در ولسوالی خاص کنر است که زیر آب شده است. باشندگان محل خانه های خود را ترک نمودند و تلاش دارند به مناطق امن بروند. قل اردوی 201 خالد بن ولید در شرق کشور می گوید که به سیلاب زدگان ولایت های ننگرهار، کنر و لغمان رسیدگی نموده و قوای هوایی 321 تن را نجات داده و به مناطق امن انتقال یافتند. هرچند ارقام تلفات دقیق این سیلاب ها با رسانه ها شریک نشده است، اما مسئولین میگویند که در یک ماه گذشته در نتیجه سیلاب های مکرر 182 تن جان باخته و 250 تن دیگر زخم برداشتند. تلفات جانی سیلاب ها به 182 تن شهید میرسه که متنای ما اهم از جوان، پیر، خانم و اطفال زندگی خود را از دست دادن متاسفانه. 250 تن دیگر مجروح شدن که بعضی ها جراحت سنگین و بعضی ها جراحت سطحی. و
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید که تیم های نجات و کمک را به مناطق شرقی فرستاده و میافزایند که با سرازیر شدن سیلاب ها در یک ماه گذشته 3109 خانه مسکونی را به گونه کامل و یا قسمان تخریب نموده و در پهلویان هزاران هکتار زمین زراعتی را نیز از بین برده و صدها خانواده را به سرپناه ساخته است. امارات اسلامی مخالف تعلیم دختران است و در حال حاضر میلیون ها دختر به مکاتب ابتدایه می روند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است که در حال حاضر 450,000 محصل به پوهنتون ها می روند و در به مکاتب نیز بروی میلیون ها دختر باز است. سهیل شاهین افزوده است که برخی از رسانه ها و مخالفین امارات تصویر افغانستان را برای جهان نادرست پیشکش می کنند. شاهین در اشاره به توافقنامه دوحه گفته است که روی تعهدات خود ایستادند و هرگز به کس اجازه نخواهد داد تا از خاک افغانستان در برابر آمریکا و یا کشورهای دیگر جهان از آن استفاده صورت گیرد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در مصاحبه تازه با فاکس نیوز تمام ادعاهای جهان و افغانها را در داخل افغانستان رد نمود که نظام فعلی مخالف تعلیم دختران و کار زنان است. سهیل شاهین میگوید که در حال حاضر دختران در مکاتب دولتی و خصوصی در کشور مصروف آموختن دروسند و شمار دختران که به مکاتب ابتدایی میروند با 1 میلیون تن میرسد. تصویر نادرست افغانستان از سوی مخالفین ما برای جهان پیشکش می شود. در حال حاضر هزاران زن در ادارات دولتی و وزارتخانه ها مصروف کار هستند. 450,000 محصل در افغانستان در شرایط فعلی به پوهنتون ها می رود و تلاش داریم تا مشکلات باقی مانده را در روشنایی اصول اسلامی حل نماییم، چون این خواست افغان ها است. شاهین میگوید که از حکومت فعلی یک سال سپری شده و هر چیز را از صفر آغاز نموده و به گفته او حل تمام این چالش ها در یک سال دشوار است و به وقت نیاز دارد. جامعه ما افغانی و اسلامی است و هرگز با جوامع اروپایی قابل مقایسه نیست. از حکومت داری امریکا 100 سال سپری شده و آنان تازه به اختتام مشکلات موفق شدند. از حکومت داری ما فقط یک سال سپری شده و حل مشکلات به وقت نیاز دارد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در مورد روابط امارت اسلامی با شبکه القاعده گفته است که به تعهدات صورت گرفته در دوحه متحدند و نمیگذارند تا از خاک افغانستان در مقابل دیگران استفاده صورت گیرد. شاهین در مورد حضور ایمان الزواهری در کابل گفته که در این مورد آگاهی ندارند. هر کسی که در کشور ما مخفی شده باشد، ما آن را پیدا خواهیم نمود و در مورد آن تحقیقات می نماییم. این گونه افراد به شمول امریکا در کشورهای دیگر هم مخفی می شوند، اما به این معنی نیست که حکومت به آن دست دارد. تعهد ما به توافقنامه دوحه شکست ناپذیر است. سخنگوی دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر در حال به موضوع تعلیم دختران و کار زنان تعهد سپرد که حکومت سرپرست در یک سال گذشته موفق به بازگشایی درب مکاتب بالاتر از صنف ششم دخترانه نشده است. در حدود 2 هفته قبل سرپرست وزارت معارف گفته بود که مسدود ماندن مکاتب دخترانه مشکل کلتوری است که بعد از حال آن باز خواهند شد. استراتژی مخالفت پاکستان با افغانستان تغییر یافته است. آگاهان میگویند که پاکستان به سطح جهان در حال حاضر مخالفت ها را آغاز نموده و تلاش دارد تا افغانستان را از جهان دور نگه دارد. تحلیلگران تاکید دارند که اسلام آباد مخالف سرسخت به میان آمدن حکومت مقتدر و یا تشکیل آن در افغانستان است و حالا میخواهد که کابل همین گونه در انزوای سیاسی و اقتصادی جهانی نگهداری گردد. پاکستان یکی از همسایه های افغانستان است که در 4 دهه گذشته تمام حکومت های مرکزی از آن شکایت دارند که گویا در امورات داخلی کشور مداخله نموده
و بر آموزش و تمویل گروه های مسلح مخالف افغانستان متهم شده است. اما حالا باور این است که اسلام آباد در استراتژی مخالفت خود با افغانستان تغییر آورده و به سطح جهانی برای مخالفت در آن کمر بسته است. آگاهان میگویند که پاکستان تلاش دارد تا افغانستان همین گونه در انزوای سیاسی و اقتصادی جهانی باقی بماند و هیچ کشور آن را به رسمیت نشناسد. باور این است که هدف اسلام آباد از این کار یک افغانستان عقب مانده، ضعیف و تجرید شده به سطح جهانی است. پاکستان اوز دیر که حدث کهی چه خپل زغزان دیر نزی دوست دی افغانستان و خی افغانستان دیر خواه خوگه زان ترگن کی او نرایوال تا هم داسه خی چه افغانستان سرزر دیر نزی علی کلرم و تاسه کم کرن ترسره کهوی دی ما پلاسه ترسره کهی پا دی وجه من دی خپل زان ناستاز یا نمانده دی افغانستان نرای تخی افغانستان غواړي انزوا پاته وساتي، افغانستان وروسته پاته کړي او د افغانستان بهرنی سیاست په بشپړه توګه غواړي په خپل لاس کې ولري. نو اوس هم تر ډېره بریده پورې په دې کامیاب سره چې افغانستان له دغسې ستونزو سره مخامخ ده چې نړۍ ورسره تعامل نه کوي یا په کورنۍ ستونزې هم جوړې کړي دي. نن ورځ هم چې اسلامي عمارت دی پاکستان خپلې مداخلې لري، حتی په نړیوال سټیج باندې د افغانستان په نمایندګۍ مباحثات لري، خپلې لابۍ لري، خپلې برنامې د افغانستان په خپال کې لري. نن هم نه غواړي چې دلته یو قوي او مقتدر دولت شتون ولري په افغانستان کې، ځکه د دوی مسله د طالب او د نه طالب نه ده، د دوی مسله د افغانستان د افغان خاورې سره ده. او دلته د قوي دولت شتون نه د طالب په وجود کې، نه د ډیموکرات په وجود کې، نه د مجاهد په وجود کې، نه د کمونیست په وجود کې نه غواړي. هر نوه ډله ټپله چې د قوي دولت د جوړښت لپاره دوی لاره هواروي هغې ته نورې بهانې پیدا کوي. آگاهان امور میگویند که پاکستان این را نیز نمیخواهد تا افغانستان با هند روابط سیاسی و دیپلماتیک داشته باشد و از این حراز دارد که با نزدیک شدن افغانستان و هند، پاکستان 75 ساله با خطر تجزیه شدن روبرو خواهد شد. پاکستان پدی مطمئن ده که چیر ده دی هند اړیکه دی افغانستان سره ټینګی شي، د پاکستان راتلونکې د خطر سره مواجه کیږي، چې هغه خطر د پاکستان تجزیه ده او پاکستان په سیمه کې د تروریستي ډلو ټپلو د روزلو مرکز ده. اوس نړیوال هم په دې باندې ښه پوه شوي دي. نو زما مشوره طالبان ته دا ده چې د دې هیواد او د دې ولس راتلونکو لپاره دوی باید هماغسې چې پخوا مو د هندوستان سره ښې اړیکې لرلې، هم د سیاسي هم د اقتصادي له لحاظه، هماغسې خپلې اړیکې د هند سره کلکې کړي. ولې دوی باید د پاکستان ډېر لرې واټن ونیسي او خپل سرحدونه باید د پاکستان سره کلکې که غواړي دا هیواد او دا ولس نوره په آرام خوب او ژوند وکړي. منصور احمد خان که به عنوان سفیر پاکستان در کابل ایفای وظیفه می نمود، به تازگی ماموریت وی به پایان رسیده و در عوض عبیدالرحمن نظامانی به عنوان اداره کننده امور سفارت اسلام آباد در کابل تعیین شده که این کار تردیدها را در مورد پاکستان بیشتر ساخته است. باور این است که این کشور تلاش دارد تا با این اعمال خود به جهان نشان دهد که بدون حضور داشته سفیر رسمی، با استفاده از یک دیپلمات هم امورات خود را در کابل به پیش می برد. اظهارات وزیر دفاع هندوستان در مورد افغانستان با نظریات و تحلیل های گوناگون همراه شده است. تحلیلگران می گویند که هند برای برقراری روابط و ماندن در افغانستان تمایل دارد، اما باور این است که این کشور خواهان درگیر شدن پاکستان در افغانستان می باشد. وزیر دفاع هند در نشست شانگهای گفته است که باید از افغانستان باثبات و صلح‌آمیز حمایت شود و نباید این کشور به پناهگاه ترورستان مبدل گردد. هند که در دو دهه پسین با افغانستان روابط گسترده و بهتر را داشت، پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی در افغانستان هر گونه روابط خود با کابل را قطع نمود و با گذشت یک سال به تازگی وزیر دفاع هند در 15 نشست شانگهای گفته است که از افغانستان باثبات و صلح‌آمیز حمایت می کند و نمی خواهد که این کشور به پناهگاه ترورستان مبدل گردد. باور این است که کشورهای منطقه و جهان هنوز هم از خاک افغانستان هراس دارند و این نگرانی ها بعد از آن افزایش یافته است که امریکا در کابل ادعای کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده را نمود. پاشنه سر اولوس الزواهری دی وزل که دو دی ادعا سر سمس طالبان و خپل دی مالک پایست یا دی حاکم پایست من دی غده و شتون
بخبری سرگنده کرده نو بنان هر اعداد بحرانیانو سوای پاکستان که ترحگر دل موجودی دی حتی که وای جنبش ترکستان شرقی دلتا دا و القاعده دلتا دا و جیش محمدی دلتا دا و داعش دلتا دا در طول تقریر اون دیتا تزدیقی گی یا مگه دانست که دا رد کن. برخی از کشورهای جهان در مورد وضعیت افغانستان مکررن نگرانی هایشان را ابراز کردند. آگاهان به این باورند که هند از درگیر شدن پاکستان در افغانستان حراس دارد و می افزاید که هند مجبور است تا با افغانستان روابط بهتر و دیپلماتیک داشته باشد. هند همیشه در افغانستان وضعیت تعقیبوی وینی چی پاکستان دست یا هیواد دی چی همیشه در افغانستان پا کورونی چار که مداخله کوی او هر حکومت چی افغانستان تراشی در غزد روزی او افغانستان تلیگی. حکومت همشمول مشروعیت داخلی، اعاده حقوق زنان و بازگشایی مکاتب دخترانه از جمله خواسته های است که از حکومت سرپرست مطرح می شود. باور این است که هند طرفدار حکومت همشمول در افغانستان است و تاکید دارد که نباید افغانستان بار دیگر به پناهگاه ترکستان مبدل گردد. در حقیقت امروز تمام همسایگان افغانستان این نگرانی را دارند و به زبان دیپلماتیک به طالبان گوشزد کرده میرن که باید برای کسب مشروعیت از داخل اینها دیگر تنها حکومت نکنند. باید کسانی که طالب نیستند در این حکومت شامل شوند و حکومتشان همه شمول شوند. راجن سنگ وزیر دفاع هند گفته است که کشورش برای حاکمیت ملی، استقلالیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام دارد و برای کمک با افغانها ادامه می دهد. او در این حال از اعضای سازمان شانگهای خواست تا برای افغانستان باثبات و به دور از تروریسم همکاری نماید. امارات اسلامی از این اظهارات مقامات هندی ابراز تشکری و استقبال نموده و مکررن اطمینان داده است که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشور استفاده نخواهد شد. صادرات زغال سنگ تاجیکستان از راه شیرخان بندر به پاکستان دوباره آغاز گردید. این زغال سنگ دوشنبه به گونه مستقیم از افغانستان به پاکستان انتقال می‌یابد و خرید و فروش آن در کشور ممنوع است تا بالای زغال سنگ کشور که کیفیت و قیمت آن نسبت به تاجیکستان بلندتر است تأثیر منفی نگذارد. مسئولین گمرک میگویند که با آغاز دوباره انتقال زغال سنگ برای بیشتر مردم زمینه کاری فراهم شده و آنان از این کار عواید خوبی را به دست می آورند. در این حال رانندگان و تجاران نیز در این شب روز از کارهایشان احساس رضایتی نشان می دهند. صادرات زغال سنگ تاجیکستان از طریق بندر شیرخان به پاکستان که از مدت بدین سو متوقف گردیده بود دوباره آغاز شده است. کارگران افغان در بندر شیرخان ابراز خرسندی دارند تا با آن برای صدها تن زمینه کار فراهم خواهد شد. دلتا شیرخان بندر که در زمینه در کار برابر شویده و بعضی مشکلات چی در ترانزیت و نور و مشکلات و داغی بخاطر یا چه وقت بنده شوی و وست فیل حال برگیری شروع ده. نو دورازی دلتا پا شیرخان بندر که سلو نا تر یو نیم سل موتور باریگی سلیش ساته که لکه نو هم دستی پا سلها و موتور دلتا روزانه زیرازی دی سر دا زوانان و دا فامیلون چی سوک لدی دا طول مشکلات دی سرش کیگی لکه طول تا دا کار زمینه برابره شویده. کم زغال ترانزیت چی روان دی ماشاءالله دلتا از من خوش شرکتونه دی بس دیا دا تاجیکستان دا خوری راوری او بیا دلتا ترانزیت کیږي زی پاکستان خواته. نو مشکلات ان شاء الله حل دی. دلتا چا کم ترانزیت کار شي خلاص شي بیا تر تورخامه پورې کم استون زنشت ده نډرې ورانو ته سہولتونه زیات راغلی. کیفیت زغال سنگ تاجیکستان که از زغال سنگ افغانستان پایین تر از خرید و فروش آن در کشور منع می باشد. رانندگان می گویند که زغال سنگ تاجیکستان به طور مستقیم از بندر شیرخان به پاکستان انتقال می گردد و در افغانستان تخلیه نمی شود. در شیرخان ما نرده چه می کلا روغلی بیساله وش و زغاله. مونگ دلده چه کلا رغلو مونگ نای نوبت ولی گتولی پا نوبت یو زایتا ننکرو. اغی خوانه چه مونگ کلا رتلو بنا متوی به ورا هر سړی په خپل مشوره باندې چې چا کریا کامل لگا ولا غاب وته
پیسلا مو ور سره وکړه پرون نو سلکم شپړه زره پیسلا کړي وا بیرته را باندې لاره نه نه بسل چې ماته 15000 لاره ملوي صادرات فقط د سنگ زغال دي د ترانزیتي مال د تاجکستان راځي شیرخان بندر ته شیرخان بندر نه مستقله باریږي دي خرڅېدل په افغانستان کې جرم ده د قانون لګان نه دا جرم ده دا مستقله باریږي پاکستان ته ځي مسئولین گمرک بندر شیرخان از ایجاد سهولت ها برای تجاران خبر می دهند و می گویند که اجازه تخلیه را برای زغال سنگ تاجکستان به خاطر نمی دهد که افغانستان خود زغال سنگ دارد و باعث متاثر شدن قیمت و کیفیت زغال سنگ کشور می گردد. زغال سنگ تقریبا سلو رجکیگی سیبر تا دیده کار دی ترانزیت پا شکل شروع سویده. نو مک تجاران و تا وعده ورکوی سیده دی ترانزیت مکمل اسناد باید که هر وقت موږ له دوی وغوښتل دوی باید ترانزیت اسناد مکمل له ځان سره ولري او تجارانو دا ژمنه کړې ده چې دا موټران چې له دې ځایه کوم د ترانزیت په شکل بار سي دا باید دوی پاکستان ته واړوي دا موټران په افغانستان کې تخلیه نه سي او بیا دغه زغال د افغانستان زغالو په نامه باندې پاکستان ته صادر نه کړي هو الحمدلله دولت لپاره خامخا وایي ستا بندر شیرخان که افغانستان را با آسیای میانه وصل می سازد سطح صادرات و واردات از طریق آن در این اواخر کاهش یافته اما مسئولین این بندر می گویند که نسبت به سالهای گذشته عواید آن افزایش یافته و جلو فساد را نیز گرفتند. سیلاب های پسین در ولایت زابل مردم را متاثر و ده ها تن را کشته و زخمی ساختند. مسئولین محلی زابل می گویند که در سیلاب های متواتر چند روز گذشته 22 تن کشته شده و 8 تن دیگر نیز زخم برداشتند. با گفته رئیس زراعت این ولایت این سیلاب ها به شمول مرکز در 11 ولسوالی 2000 هکتار زمین زراعتی را نیز از بین برده است. پال محمد و اکبر خان دو تن از سیلاب زدگان در زابلند که سیلاب ها منازل مسکونی آنان را با خود برده و آنان در حال حاضر با سایر اعضای خانواده هایشان در خانه های جوار قریه شان زندگی می کنند. مندم یک سرای سپورت دری خونی می نالیدلی دی تشنیان می ده بندی نستی دبل کرد سی دقا هواش رو سوی ده دبل کور کرد دو چی رونا سر عزی ده بندی گذاره که یستی ده ریاض دبل کرد بول خونی می مابانی خیلی کنی برا و سدی دی در پخلای غورت مرسان یه واد و خبلاو په خپله مشنه نه ده بل د اقاق و نه ده تر مینه نه شو جوان فعالته که سمو زال بیا د چې بده ما ده ته ودا او دا بار راز غدا هبو تر راز غدا دي شامل خو دې خو واسه کې ده نه ګور دا چې مو پر کړو مو دا غالي چې امه امارات واو چې دا د دې چې مو سره کومه کوي رئیس رسیدگی به حوادث طبیعی این ولایت میگوید که در نتیجه بارندگی و سیلاب های پسین 32 تن جان باختند و 8 تن دیگر زخم برداشتند. مولوی رضا محمد خالد میگوید که تا این دم به 2668 سیلاب زده کمک های بشری را رسانده و تلاش دارند تا به سایر آسیب دیدگان نیز این کمک ها را برسانند. په ټولو ولایت کې تقریبا ډیر بارانونه سوي دي او ډیر خلکو ته تاوانونه رسیدلي په جمله کې په ټولو ولایتو کې بیا په زابل کې په یولسو ولسوالیو کې مرکز په شمول ډېر تاوانونه رسېدلي سي. په هغوی کې تقریبا موږ شهیدان هم لرو او زخمیان هم لرو. تقریبا د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې لس شهیدان لرو، څلور نفره زخمیان لرو. په دای چوپان کې لس نفره شهیدان لرو او یو زخمي لرو. دغسې تقریبا په دا نورو ولسوالیو کې هم شهیدان او زخمیان ګډ لرو. ټول تقریبا موږ 2 نفره شهیدان لرو او 8 نفره زخمیان لرو. از سوی هم رئیس زراعت ولایت زابل می گوید که این سیلاب ها به شمول مرکز در 11 ولسوالی این ولایت 2000 هکتار زمین زراعتی را از بین برده و باغ ها و فصل های میوه را نیز تخریب نموده است. زابل په ولایت کې سیلابونه شروع کړی ده. موږ ارقام وخت په وخت باندې راجمع کوو. د زابل ولایت زراعتي ځمکه 10000 جریبه چې هغه 2000 هکتاره کېږي دا تخریب کړی دي او سره په څنګ کې باغونه او د غنمو ډاګونه او داسې میوجات چې هغه ډېر قسمونه انګور و شکرپاري و دا هم د منځه ورسره وړي دي. قابل ذکر است که در کنار زابل در سایر ولایت های کشور با سرازیر شدن سیلاب ها خسارات انگفت مالی و جانی به مردم وارد گردیده و آنان خواهان همکاری و کمک از سوی حکومت و نهادهای خیریه هستند.
800 خانواده در ولسوالی زیروک ولایت پکتیکا برای سرپناه موقت به خیمه ها نیاز دارند. کمیته توزیع کمک های بشری به زلزله زدگان از نهادهای کمک کننده داخلی و خارجی می خواهد تا با آسیب دیدگان زلزله در زمینه سرپناه و مواد خوراکی کمک نمایند. باشندگان ولسوالی زیروک هم خواهان کمک و همکاری در بخش سرپناه و مواد خوراکی هستند. مؤسسات او یا په نور دولتونو او یا په همکارو مؤسسات او یا په خیریه بنسټونو غاخ کوو چې دغه ولسوالۍ سره همکاري وکړي او خوراکي توکو او نور سامان مواد ته خیمو ته ډیر ضرورت لري چې روشي کم نسخه موږ اوس په حال وو تاسو خیمو ته ضرورت لرو او نور د خوراکي توکو ته ضرورت لرو راست تر صدلې ته خدا ساکنه غون خلک ته نور صدلې او صدلې ته ځکه چې نشي ولای او ضرورت د کری مثال د ژمی د لرګي د تکلیف د کټې دا سخت تکلیف کې دا نه نه دلته ژمه روان ده دو متر او را یو نیم متر یو متر یو متر نه یو کوم کما نی وي واسو وای واخه ما رو کړی نه لري شانو شپې واخه ما کوه وال جیګی نه وای دیری نه پر دی خبرهای ما در همینجا به پایان میرسد. با سپاس از توجهتان. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.